سلام، خوش اومدید به همین گیم شو و ویژه برنامه معرفی بهترین تخفیف های بلک فرایدی یا جمعه سیاه برای ایکس باکس برای اولین بار. چون خب من هر سال میومدم برای پلی‌استیشن رو میگفتم و خب امسال چون خودم هم ایکس باکس دارم و خب خیلی از بچه‌ها اون برنامه ویژه که برای پلی‌استیشن گوشته بودن رو دیده بودن و دوست داشتن که برای ایکس باکس هم بذاریم و چرا که نه، من خیلی دوست دارم که به مخاطبایی هم که ایکس باکس دارن و امین گیم شو رو دنبال میکنن کمک کنم. من همیشه گفتم پلتفرم اصلی من پلی‌استیشنه و طبیعتاً امین گیم شو خیلی ما پلی‌استیشن محور، یک چنل پلی‌استیشن محور، ولی ایکس باکس هم خریدم و دارم و خب بخوام مثلا تو یک سال گذشته تجربه هم بگم، درسته پلتفرم اصلی من این نبوده، من بازیام رو پلی‌استیشن بازی میکنم، ولی خب دو تا تجربه خوب داشتیم، یکی فلایت سیمولیتور که دو تا ویدیو مشتی از توش درآمد، خودم کیف میکردم نگاش میکردم، شیرازگردی بود، ترونگردی بود، کلی خاطره برای خودم داشت، بچه‌هام خیلی بازخورش مثبت بود. از اون طرف حالا فورتزا هورایزن 5 که چند روز پیش اومده، من هنوز فرصت نکردم واقعیتش برم تو کاتکولش، خیلی درگیر جی تی ای سان آندریاس شدم برخلاف اون چیزی که انتظار داشتم. گفتم آره بابا من می‌خوام بشم فورتزا بازی کنم، جی تی ای خیلی بهم داره حال میده و گفتم حالا بلش فورتزا رو بذار، فورتزا جایی نمیره، جی تی ای الان داغ بچسبونش و با بچه‌ها داریم حال می‌کنیم. آره خلاصه اینم به هر حال سیستمی که تو امیر گیم شوه و خب دوست دارم کمک کنم بهشون، البته سعی می‌کنم حالا اون چیزایی که دیشب یعنی در تو پلی استیشن توی اون برنامه گفتم و دیگه اینجا تکرار نکنم، ولی خب دو تا بحث خیلی مهم بریم اینجا. توی ایکس باکس خیلی تاکید دارم روی اینکه باز مثلا اون پلی استیشن افرادی که سنشون قانون، یعنی به قولن سنشون جوریه که هنوز خودشون درآمدی ندارن و از پول پدر مادرشون میخوان استفاده کنن، اگر من اینجا راهنمایی میخوام بکنم، چون میخوام راهنمایی کنم چه جوری گیفت کارت بخرید و به طور خاص در رابطه با اکانت های گیم پسی میخوام صحبت کنم که گیم پس رو اکانت بخریم، کد بخریم، و تاکید میکنم دوباره، یک، اگر هر پولی میخواید خرج کنید قطعا با پدر با بزرگترتون بشینید این کار رو انجام بدید، دو، این اکانت هایی که حالا شاید امشب صحبت بشه ازش به هیچ وجه من نه تایید میکنم، هیچ کاری من ندارم، من فقط دارم راهنمایی میکنم، چون این دیگه شوخی بردار نیست. این اکانت من خودم والا نمیدونم چیه سیستمش و اگه به هر دلیلی کنسولتون بند شد، بند که بشه یعنی اینکه کنسول رو مستقیم به سطل آشغال هدایت کنید، به من هیچ ربطی نداره. خب میگم یعنی چرا در روک دارم میگم، برای اینکه زحمت کشیدید، خودتون کلی سختی کشیدید که یک کنسول بخرید، ایکس باکس به طور خاص تو اینجاست. من اون روز پلی استیشن دیدید که اصلا صحبتی از اکانت نکردم، در حالی که شاید خیلی ها اکانت استفاده میکنن، اکانت صحبت نکردم. حالا ایکس باکس موضوعش فرق میکنه، ایکس باکس به خاطر که اکثر کسایی که تو ایران میخرم از نظر من 90 درصدش موضوع اقتصادیه، به خاطر که کنسول حالا ارزون تره، دو مدل داره، حالا سریز اکسش از پلی استیشن 5 5 6 میلیون ارزون تره، چیزی که من خریدم خودم، یا اسش که حالا این روزا باز با این وضعیتی که پیش اومده توی بازار کنسول اصلا دلار و این چیزا خیلی ها میرن به سمتش، چون شاید نمیتونن، گزینه دیگه ای ندارن، و خب از اون برم نوای گیم پسی که همش داره میاد که آره شما یه پولی میدید، یه پولی کم میدید، یه سری بازی دستتون میاد اینا، خب اون فروشنده که اون حرفا رو میزنه یه مغازه، بعدم اگه کنسولتون بند شد یقش میگیره میگه تو خودت برام زدی، خودت هم خرابش کردی. اینجا من دارم راهنمایی میکنم، خب یه سایتی دارم میگم، هیچ کدومش هم اسپانسر من نیست، راهنمایی دارم میکنم، خب سنش کمه یا اصلا سنش بالاست، به حرف من میره اکانت میخره، این اکانتی که من هنوز خودم استفاده میکنم ولی نمیدونم هنوز سیستمش چجوری که اینقدر ارزونه، خب و بعد کنسولش بند میشه، چیزی که یه مدت پیش مثل که اتفاق افتاده بود، یه نفر این کارو کرده بود، چون وقتی بحث ارزونی شد و اینا به هر حال آدمهایی هستن که شرافتی تو وجودشون وجود نداره و نمیگه با خودش که بابا اینو با مخاطبی که به خصوص میره سمت این آدمایی ان که سخت این پول به دست آوردن، کلی از باباش درخواست کرده و حالا تو به خاطر 2000 نمیدونم 100 تومن 200 تومن پولی که میخوای برای یه گیم پس مشکل دار از این بنده خدا بگیری، میگه هی ارزون تر میدی، مثلا بازار همه دارن با یه قیمت میفروشن و با حدودی هم بشه اعتماد، تو میای مثلا یه زیر قیمت بازار میزنی و حالا یه 2 3 میلیون تومن پول در میاری، از اون طرف اون آه واقعا اونی که کنسولش از دست داد. من خودم با پول خودم خریدم، الان این همه من گیم پس ها خریدم، مثلا گیم پس های اکانتی ها بوده، یه بار مشکلی برام پیش بیاد داغون میشم. من اینو 16 میلیون تومان پول دادم خریدم، خوب قیمت اون موقعی که من خریدم قیمتش خیلی خوب بود، ولی بازم خیلیه،
خیلی واقعا باید کسایی که تو این کار هستن دقت کنید به این موضوع و فکر نکنید حالا کسی هیچ کارتون نمیتونه بکنه. درسته، شاید تو واقعیت دنیا جوابتون میده اگر میدونید دارید صدمه میزنید به حالا کنسولا و میفروشید هنوز به خاطر 2000 پول. پس این موضوع هم دقت کنید. حالا تو این برنامه بخش اول میریم گیفت کارت میخریم، میریم درباره گیم پس ها، چه حالا گیفتیشو بخواید بخرید چنده، چه بخواید اکانت های مختلف هوم و غیر هوم چه تفاوت های با هم دیگه دارن. بعد تو بخش دوم میریم توی استور ایکس باکس، اول بهتون نشون میدم کد رو چجوری باید وارد کنید، بعد صحبت میکنیم در تو بازی هایی که توی بلک فرایدی تخفیف خورن، چه چیزایی به نظرم اوکیه که پول بدید براشون بخرید. چون اینجوری هم مثلا ایکس باکس یه جوری اکوسیستمی که اصولا خیلی کسی چیز توش نمیخره دیگه، این حالا فقط هم ایران نیست، حالا ایرانه که ملت بیشتر برای گیم پس میخرن. تو هم آمریکاش هم نگاه میکنی همیشه رو پلی استیشن بیشترین فروشو داره، رو ایکس باکس 20% اینجور چیزا میرن میخرن. ولی خب به هر حال یه سری بازی هست که رو گیم پس نمیاد و طرف گیمره میخواد بازی که نمیاد رو تجربه کنه و ایکس باکس داره. پس یه راهنمایی میکنم در اون زمینه و سعی میکنم چیزایی که تکراریه رو حالا کمتر بگم و چیزای جدیدو بگیم. زمان بندی هم مثل همیشه هست، زمان بندی ها رو استفاده کنید و هر بخشی که دوست داشتین تماشا کنید. آخرش هم میریم سراغ خود گیم پس. شاید اصلا هیچ کسی نخواد هیچ کدوم از اینا رو بخره، ولی من تو این تجربه چند ماهی خودم میشم یکم چیزایی بازی که من خودم استفاده کردم از گیم پس که بتونم تجربهشون کنم و اونایی که خودم میدونم خوبن بهتون تجربه پیشنهاد میکنم که تو این مدت تجربهشون کنید و حالا از سرویستون بیشترین استفاده رو ببرید. ولی یادتون نره مثل همیشه سابسکرایب کنید چنل امیر گیم شو 2 رو و کامنت ها نظراتون رو بذارید. حتما سعی میکنم اگر نظر سازنده باشه یا چیز خفنی باشه لایکش هم بکنم. مرسی، بریم شروع کنیم. خب تو بخش اول همونجور که تو پلی استیشن گفتم، اینجا تو گوگل میزنیم خرید گیفت کارت، یه سری سایت میاد برامون، مهم نیست اسمشون چیه هر چیزی، فقط روش اونجوری کلیک میکنم. خب این بار میریم توی بخش ایکس باکس مایکروسافت، میبینیم که اول گیفت ها، میبینیم گیفت 100 دلاری چنده، 3,064,000 تومان. خب برای خرید بازی ما به این گیفت ها نیاز داریم. حالا دیگه بسته به بودجهتون اون چیزی که میخواید و میخرید. این یکی مثل که اصلا نداره ایکس باکس. خب این یکی ایکس باکس آمریکا هم هست دیگه طبیعتاً دیگه. 100 دلاریش چنده؟ 3,062 اون چند بود؟ اون 3,064 2000 تومان ارزون تره. بعد این یکی اینم بزنم ببینیم این یکی چنده، 3,250. برو بالا، اون یکی هم دیگه بلش کن. خب پس این گیفت کارت هاست که میخرید بهتون یه دونه کد میده، بعد کد رو میرین توی ایکس باکستون وارد میکنید و میتونید تو همین بلک فرایدی اونجور چیزا خرید کنید. حالا تو بخش بعدی نحوه کدر هم کجا وارد کنید میزنم، اینا دیگه همین جوریه دیگه، میزنی بهتون میده. حالا نکته دیگه ای که هست، خب طبیعتاً گیم پسه. گیم پس هایی که خب خیلیاتون شنیدید دو مدل داره، یه مدلش اکانت هایی که میفروشن، ظرفیت های هوم و غیر هوم که حالا ما اینجا نرسیدیم هنوز بهش، اما گیم پس هایی که با دلار خریده شدن و خب ماهی 15 دلاره. من همیشه میگم 15 دلار ماهیانه باید پول بدید برای هر کدوم از این گیم پس ها و طبیعتا نتیجهش میشه 3 ماهش میشه 893 تومان، نه اینکه یه دفعه میبینی میگه 34 ماه بخر 6 نمیدونم 500,000 تومان. خب این سوال پیش میاد که چجوری چیکار میکنید که اونجوری میشه و میگیدم قانونیه. خب من خودم هیچ وقت اینجوری نخریدم، ولی خب این به نظرم ریسکش کمتره دیگه. مثلا این زده 893 تومان، این اصلا نداره گیم پس، این یکی هم نداره گیم پس، گیم پس ندارن اینا مسکیج کدومشون. آره دیگه ظاهرا ایکس باکس آمریکا حالا نداره این، ولی ما کاری که میکنیم اینه که خب پس ببین این مدل کدیشه، شما کدو میخری 893 تومان، 3 ماه گیم پس میاد روی اکانت خودتون. حالا تو بخش بعدی میایم اینجا میزنیم خرید گیم پس و خب باز سری سایت ها میاد بدون توجه به اینکه اسمش چیه هر چیزی، چند تا رو باز اون دیجیکال هم حتی داره. خب تو بخش اول میبینیم که طرف داره چیز میفروشه، داره اکانتشو میفروشه، اشتراک 1 ماهه، اشتراک 4 ماهه، میشه ظرفیت کامل، ظرفیت هوم و ظرفیت غیر هوم. قیمت ها رو نگاه کنید، قیمت ها چقدر پایینه. 4 ماهه رو داره میگه 235 تومان. اونجا ما یه دونه گیفت 3 ماهه رو میخواستیم بخریم 800,000 تومان. چی شد یه دفعه؟ چرا شد 1/4 یه دفعه قیمتش؟ خب قضیه اینه، اینا ظرفیتیه، ظرفیتیایی که خب 3 تا ظرفیته، شما 235 تومن رو ضرب در 3 کنید بازم نمیشه 800 تومن، یعنی چه میدونم 20 تومن سود میکنن، 100 تومن سود میکنن. خب
من خودم تا الان اینا رو خریدم، از اینا خریدم، چون من 800 هزار تومان نمیدم برای گیم پسی که فقط یه دونه فورتزا و فلای سیمولاتور روش تا الان نشستم جدی بازی کردم. بقیه بازی ها رو واقعیتش اینه که اونجور نشستم جدی بازی کنم، میرم توشون میام بیرون، صرفا میرم تو میام بیرون. چیه؟ و تا امروز واقعا بخوام از تجربه 7-8 ماهی که از ایکس باکس داشتم بگم، فلایت سیمولاتور جدی ترین بازی بودی که رو ایکس باکس نشستم تمومش کردم. اوتلاست هم فکر کنم نشستم، اونم دیگه زوری نشستم تمومش کردم، مجبورم کردم بشم تمومش کنم. و فورزا هورایزن بوده که میشستم بازی میکردم. وگرنه مثلا من فورزا خیلی مثلا فورزا دوستم دیگه، رفتم خریدم دیسکاشو، رفتم فورزا هورایزن 3 رو خریدم، موتور اسپورت خریدم، دیسکشو میذارم توش، گیم پس هم باشه یا نباشه بازی نمیکنم. یا مثلا اون بر چیز بازی کردم روش، اسمش چیه، رد دد 1 رو بازی کردم روش. یعنی بازی ایندی رو واقعا چی بخوام بگم، عملا فقط میرم تو یه کوچولو میگم جالب نیست. یعنی تا اینجا تعداد بگم 90% اوقات گفتم آره این بازی رو گیم پس فقط من ممکن بود حتی برم توش، دیگه محال بود مثلا بخوام چیز کنم، بخوام مثلا بشینم تماشا کنم. اوری هم آره، اوری هم بود. خب نمیگم نیست، چون طبیعتا من پلتفرم اصلی پلی استیشن همه بازیام رو اون بازی میکنم. و ولی خب بخوام تجربه از گیم پس رو بگم، مثلا این روز داریم جی تی ای بازی میکنیم، برای همین ارزش برای من نداره 800000 تومان بدم. شاید یه کسی که این کنسول تنها کنسولشه و جدی گیمینگش روی این همه چی بازیاش روی این میخره، این تجربه من نداشته باشه و اصلا اون 800 تومانی براش بصرفه تره. خب اون امن‌تر هم هست، طبیعتا داره کد میخره. اینا ظرفیتی هست، حالا میرسیم بهش. این ور یه دونه دیدم که نکته جالبی بود، گفته بود که کده، کد میده. و اینجا وقتی میزنی ها کن مثلا نوشته 16 ماه ظرفیت کامل 876 تومن. چی شد؟ ما اونجا دیدیم 3 ماهش 876 تومن بود. یه سایت هایی که چیز میفروشن، چی شد یه دفعه شد 876 تومن 16 ماه، اونم ظرفیت کامل؟ وات؟ مگه میشه هم چیزی اصلا؟ و اینه علتی که من اینقدر اولش تأکید میکنم که هیچ کدوم از اینا رو من نمیدونم چیه ماجراش. یکی اینجوری، بعد حالا دیجیکالا فلان نوشته بهترین قیمت سی روز گذشته 498 تومن، گیفت کارت ایکس باکس نسخه 3 ماهه. چی شد؟ شد نصف اون از دوباره. پس ببین اگه واقع بینانه بخوایم عمل کنیم، هیچ کدوم از اینا قانونی نیست طبعا. حتی اونی هم که اون اول 890 تومن بود میگفت گیم چیزا، میگفت که یعنی کد بهتون میدم و اون سایت، خب اونم احتمال داره از کردیت کارت هکی استفاده کرده باشه برای خریدشون. چی کار کنیم پس ما؟ چی کار کنیم؟ تنها کارش راهش اینه که همونجور تو پلی استیشن هم گفتم اعتماد خودتون بکنید، از دوستاتون بپرسن از کجا خریدید که مشکلی براتون پیش نیومده، خب از اونا بخرید. ولی بازم احتمال داره اون اتفاق بد بیفته که چیز کنه، تا روزی که تو ایرانیم اون وجود داره. من هی اینو تکرار میکنم برای که هیچ کدومش فکر نکنید آ این دیگه 100% مشکل نداره، نه همش مشکل داره. اونور رو پلی استیشن که نمیگفتم، اونورم تازه گفتم مشکل داره. ولی خب اونور برات دلار میخری کد میزنی میری بازی رو میخری، اون یه بحث دیگه است. ولی اینجا با این تفاوت قیمت های بسیار زیاد که همشون هم ادعا دارن قانونی ان، شما فقط صرفا میتونید با حس ششم میتونید دو چیزا بفهمید. حالا من خودم چیز از اینا خریدم، از اینایی که نمیدونم ظرفیت هوم ها اینجور حرفا، هیچ ربطی هم به این سایت نداره، از این سایت هم تا حالا خرید نکردم، فقط دارم میگم که از اینا خریدم. خب تبلیغ هیچ سایت رو من نمیکنم، از اینجوری من نخریدم، کد من تا حالا نزدم، از دیجیکالا هم هیچ وقت نخریدم، هیچ دیجیکالا همش گرون فروش بوده. حالا ظرفیت ها رو بخوام براتون بگم، بهترینش ظرفیت هومه. ظرفیت هوم چیکار میکنه؟ به شما اولا که نحوه وارد کردنش تو همه سایت ها هست، مثلا نگاه کن اینجا نوشته راهنمای فعالسازی مثلا، خب اگه نداشت بریز دور اون سایت رو. آدمی که داره یه چیزی به شما میفروشه و براش مهم نیست حتی به شما آموزش تر و تمیز بذاره جلوتون که بفهمید چی به چی، بنویس سطحش کار آموزشو بخونید. وارد کردن چیزی ایمیل پسورد بهتون میده وقتی میخریدش، و ایمیل پسورد که وارد میکنید میزنید ظرفیت هوم. ظرفیت هوم که شد چی میشه؟ شما میتونید سوئیچ کنید اکانتتون رو، ببین رو اکانت خودتون بازی کنید. برای من مهمه، چرا؟ یک، اچیومنت پام بگیرم، دو، اچیومنت رو اکانت خودم، دو این موضوع که خب سیو بازی ها رو اکانت خودم باشه که بعدها اگه حالا مثلا گیم پس این تمام، اگه مثلا ظرفیت غیر هوم بخرید، یک شما باید توی من 30 تومن مثلا ارزون تر از اونه باید تو اکانتی که بهتون میده بازی کنید، نمیتونید تو اکانت خودتون بازی کنید تا جایی که من میدونم.
و طبیعتاً سیوش هم نمیاد تو اکانت شما و خب این خیلی داره دیگه. یعنی این تموم شد، مثلا شما چه میدونی یه مدت پیش نشستین یه دونه اکانت 4 ماهه مثلا از این خریدید، رفتی ویچر بازی کردی، ویچر مثلا چه میدونم بعد از یک سال میخوای برگردی بری مثلا بازی کنی یا مثلا ادامهش بدی یا هر چیزی، بازم گیم پس خریدی دیگه نمیتونی چون سیو مونده رو اکانت غیر هومه. پس این تفاوتشون با هم دیگه است چیزی که من میدونم و خب این موضوعی هم که به هیچ کدومش اعتماد نکنید، فقط یا شانس یا اقباله. این از این موضوع. پس این اینا هم بهتون گفتم. حالا دیگه بریم توی کنسول تا بهتون بگم اولا اگر کد قانونی با دلار خریدین اون 800 تومن اون چیزا چجوری باید واردش کنید و بعدم بریم سراغ تخفیفای گیم پس. تخفیفی که توی ایکس باکس تاکید میکنم دوباره هر چیزی که اینجا انجام گفتم مسئولیتش پای خود مخاطبه، هیچ ربط به من نداره، من فقط دارم راه‌های مختلف که شما میتونید بازی‌ها رو بخرید رو بهتون معرفی میکنم. بریم ادامهش. خب حالا فرض میگیریم که شما رفتی کد تو خریدی، مطمئن سالم یه کد بهتون داده، حالا میخوایم این کد رو واردش کنید. میایید تو استور یه دونه دیپت میزنید، میای اینجا از این پایین ریدیم 25 رقمیه مال پلی استیشن 12 تا بونه 25 تایی، اون کد 25 تایی بهتون وارد میکنید، ادش میکنید و بهتون یه سری دلاری وارد میشه توی حسابتون. بعد از اینکه دلار وارد شد دوباره میریم تو استور، این بار دیگه میزنیم تو خود، یعنی اینجا میایم توی کجاشه گیمز رو میزنیم، اینجا میبینیم که زای تخفیف 67%. بعد میام اینجا توی فیلترها همونجوری که برای پلی استیشن کردم تمام بازی‌ها رو میذارم جز اسپورت‌ها نمیخوام توش باشه. و جالبه که زدم ببین فیلتر اسپورت زدم که اسپورت نشون نده، باز دوباره اسپورت ها نشون. این از دید ایکس باکس فیفا و اینا چیه من نمیفهم واقعا. در حال خودمون ازشون نگذریم. جی تی ای داریم پریمیوم ادیشن $14. به نظر من جی تی ای دیگه نخرید آقا، جی تی ای بذارید چیز کنید، بذارید الان یه نسخه نسل بعدیش داره میاد، شاید راکستار که میدونید حالا احتمال خواهد بفروشه اونو هم، پس اونو بخرید بهتره. فارک رای گفتم $40 نمیارزه، صبر کنید باز دو هفته دیگه بعد از همین دو هفته بعد از بلک فرایدی یه دونه سایبر ماندی میذارن ادا توی اون تخفیف میشه $30. ببین که گفتم. بعد فورتنایت الان زمان خوبی، اگه تا الان مثلا بتل پس و اینجور چیزاشو نداشتید یه دونه بخرید، اینو 1000 تا بهتون میده. سیو دی ورلد هم بهتون میده. سیو دی ورلد حالا یک مقدار عجیب غریبه، واقعا یک بازی فشلی بود، خیلی فشل بود سیو دی ورلد. یعنی من با راهنمای اینترنتی فهمیدم چیکار باید بکنم توش و یه مدت بازی کردم فهمیدم که هیچی توش نیست جز اینکه خودتون همون بازی رو بازی کنید. قدیما وی باکس میداد، الان اونم نمیده دیگه و هیچی، ای خوشتون میاد برید چیزش کنید. ولی این 11.99 1000 تام بهتون میده، اگر هم نخواین 7.99 دیگه میتونید از خود فورتنایت پولتون رو خرج کنید و وی باکس بخرید، بعدم دیگه یه دونه بتل پس بخرید، همون بتل پس رو اگه هر فصل تمامش کنید بهتون کلی میده. چرا دوباره گفتم بهتون نمیدونم. کال اف دیوتی مودرن وارفر اگه فقط برای بخش داستانش میخواید اوکی، ولی بخش مولتی پلیش فکر نکنم دیگه الان خیلی اونجور طرفدار اونجوری یعنی کسی توش باشه، شاید هم باشه نمیدونم، من خیلی وقت باز نکردم. التیمیت ادیشن رو نخرید رد دد، ببینیم شاید جلوتر ارزون ترش باشه. مورتال کامبت رو دیشب صحبت کردم ولی حالا باز اینجا یه نیدین بهتون میگم میارزه، واقعا ارزشش داره. یه پکیج دو تا دونه بخش داستانی داره که عالیه، بعد شخصیت هایی مثل آرنولد و رینبو و اینجور چیزا داره، اصلا شک نکنید تو خریدنش. ایکس باکس سریز ایکس و اینجور چیزا هم اپتیمایز شده و قیمتش هم اوکیه. اساسین اسکرید رو حالا ولش کنید، به یه نکته خیلی خوبی میخواییم برسیم، اینجا میرسیم به سایبرپانک. یه قول جدایی از این که پیشنهاد میکنم واقعا اگه رول پلی باز هستین تجربهش کنید. نکته بگم رول پلی نوشته سبک اینو نگاه کنید، جی تی ای چی نوشته؟ اکشن ادونچر. خب این یک دلیل دیگری برای اونهایی که این دوتا رو میان بر اساس از بود گیم پلی میسنجن، من اشکال نره شما از بود جهان بازی و نمیدونم جزئیات اینا بسنجنش، ولی این یه چیزایی داره که تو هیچ بازی دیگه نیست و خب صحبت کردم اون روز ازش. اگر نقش آفرینی باز هستید تجربهش کنید و به خصوص که حالا اینو اگه بخرید بعدن هم که پچ براش بیاد باز اون پچم رایگان میاد روش و میگم من خیلی دوستش دارم این بازی رو، بهترین بازی نقش آفرینی که تا امروز بازی کردم، اول شخص البته، اول شخص نمیگم همه بازی ها. اما این نکته که وجود داره اینه که $29 در حالی که یادتون تو پلی استیشن $24 بود، $25 بود، $24 بود. چرا؟
چون پلی استیشن که یادتونه سایبرپانک رو به خاطر اون چیزایی که داشت اتفاق میافت، رو ریفاند هایی که داشت اتفاق میافت، اصلا ورش داشت از روی چیزش که کسی نخره که بعد بخواد ریفاند کنه. ولی مایکروسافت بر نداشت. چرا؟ موضوعی که خیلی یادشون رفته، چون مایکروسافت اسپانسر این بازی بود، همه چیز این بازی، صندلی ها رو میفرستاد برای اینفلوئنسرهاش و اینا. حالا بماند چی شد که یه دفعه یه شبه بازی که قرار بود لست آف آس رو پودر کنه و اینا، کسایی که اون حرفا رو میزدن یه دفعه ضدش شدن، اون بماند. ولی خب وقتی برگشت به پلی استیشن با قیمت 40 دلار برگشت، فکر کنم 42 دلار، و وقت تخفیف بخوره 50%، خب تقریبا کمتر میشه، ولی بازم با این وجود 29 دلار هم میارزه، و اگه نخریدنش به نظرم قیمتش خوبه. بازم از این پایین تر شاید بیاد سال دیگه، چون امسال دیگه تا سال آینده قراره پچش بیاد، و اون تاخیر خورد پچه، ولی میاد بالاخره. وقتی بیاد میره رو 60 دلار از دوباره، یعنی میره رو 60 دلار چون میخوام بفروشنش دیگه. و به هر حال اگه تا الان مونده بودید بخریدش، و حتی همین الان تجربهش کنید. واقعا میگم اصلا اون پچه قرار نیست چیز رو تغییر بده. ولی اگر بگم اگه تو جو و اینایی که نمیدونم این بده و اینا هستی، اصلا نخریدش. این یه بازیه که شما قبل از خریدش باید مطمئن باشید که عاشقش خواهید شد. اگه نیستید مطمئن، ولش کنید، دور برش نرید. ردد آنلاین تکی به درد نمیخوره. این دیگه چه تخفیف مسخره ایه. جی تی ای 84 دلار جمع کن بابا. برو بریم رایدرز ریپابلیک، بازی که 10 روز نیست اومده. ببین قیمت فقط. گاردینز آف دی گالاکسی، اینم پلی استیشن هم گفتم اینجا میگم، حتما اگه میخواید بخریدش قیمتش خوبه. بتمن، اینم گفتم بشه حالی بدید اساسی، واقعا ارزش خریدن داره، بسیار پکیج خوبیه، ارزش نگه داشتن داره، چون سالها بعدم بری سراغش باز حال میده. او مای گاد، ویچر، یکی از با ارزش ترین پکیج هایی که دیگه صحبت نکنم ازش. که حالا نکته وجود داره، روی ایکس باکسش تازه از مال پلی استیشنش هم بهتره. من پلی استیشن گفتم بخرید، منتظر باشید نسخه انهانس ادیشنش میاد رایگان، پچ میاد روش. ایکس باکسش اون موقع برای ایکس باکس وان ایکس یه دونه پچ انهانس ادیشن داده بودن که بازی رو میکرد 60 فریم، من 4K میکرد ولی میدونم 60 فریمش میکرد. حالا شما اگه اینو بخرید، یه پکیج دارید که همین الان هم 60 فریم روی سریز ایکس، حالا 4K شاید نباشه ولی 60 فریم، و قیمتش واقعا باور نکردنیه. اینجا بازی دیجیتالی داریم قیمتش بالاست. این آقا گوست ریکون بریک پوینت رو نخریده وقتا. اون روز دیدم که بچه گفتم من این رفتم خریدم، بازی آنلاینه، بازی شکست کامله، چی کار میخواید دوش بکنید؟ بعد با دوستاتون بازی کنید، بدون دوستاتون اصلا کاری نمیتونید بکنید. اگه رو پلی استیشن میدونم، اگه پلی استیشن ببین سیستم ریفاندش اینه، اگه تو بازی رو دانلود کنی تمومه دیگه، نمیتونی ریفاند کنی به این راحتی، نمیتونی ریفاند. ولی اگه دانلودش نکرده باشه و فقط تو چیزتون باشه میتونی ریفاندش کنی، تا جایی که میدونم، ولی من نکردم و بلدم نیستم. Red Dead اینو بخرید، این چیز خوبتریه. اینا که هیچی. Resident Evil هم دقیقاً مثل پلی استیشن 30 دلاره، اینم یکی از خریدایی که میتونه بخرید و حالشو ببرید، قیمتش بسیار خوب شده. کولد وار که هیچی، چیزایی هم که رو گیم پس دیگه، رو گیم پس بشینید بازی کنید دیگه. مثلا هیلو ریچ باید چی بخرید وقتی رو گیم پسه؟ بورلنز سه میارزه. اسکایریم، یه نکته که در تو با اسکایریم برای من سوال بود اینه که این انیورسری ادیشنه بعد پول بدیم یا روی این هست؟ طب من چیزی که کردم، تحقیق کردم، نه اونو بعد پول بدید، بوده 14 دلار این رو چیزاست. به نظر من حالا رو گیم پس هست دیگه. اینجا رو نگاه کن، ویچر 799 نسخه معمولیش، اونور نسخه فول ادیشن با دو تا DLC که از خود بازی هم شاید بالاتر باشه هیجانش و داستانش. اصلا نمیدونم واقعا این سیستم چیه. فورتزا هورایزن استاندارد ادیشنش به نظر من ارزش نره. حالا شاید بگم آقا این که رو گیم پسه، این مورد استثناست. به نظر من فورتزا، حالا میرسیم بهش، از اون بازی هست که شاید خیلی از اونایی که ایکس باکس دارن فقط همینو بازی میکنه، یعنی گیم پس میخره فقط همش داره صبح فورزا بازی میکنه دیگه، نهایت دیگه چیزی واسه دیگه بازی کنه نمیدونم، گیرز بریم مولتی پلیر بازی کنه. خیلی احساس میکنم یه گروهی هستن که فقط یه چیز بازی میکنن روی گیم پس، و چرا نخریدش؟ اگه یه چیزی که دوست دارید بخریدش، خب بخریدش و استفاده کنید، از دیگه نخواید پول گیم پس هم بدید. مثلا برای من میصرف بخرم تا اینکه بخوام همش پول گیم. من گیم پس به خاطر امیر گیم شو که چیز میکنم میخرم، وگرنه من همین یه دونه فلایت سیمولیتور میخریدم، یه دونه فورتزا نسخه کاملش میخریدم، میشه همونا رو بازی میکردم تا حالا بعدم بخوام گیم پس یه چیز خاصی بیاد روش. گیم پس من استفادهم بیشتر الان فقط بازیای ایندی و فورتزا است. داین لایت پلاتینیوم ادیشن 24 دلار. نکته وجود داره، رو پلی استیشن 5 گفتم ارزش نداره چون 30 فریمه، اما رو ایکس باکس نسخه انهانس ادیشنش، بذار
این که حالا اینجا هم داره گرون میفروشه، چون برای پلی‌استیشن 11 دلار بود. اینو رو ایکس باکس من میدونم که پچ چی میگن FPS بوست اومده روش و 60 فریم میشه. این یکی رو نمیدونم، اگر میشه 60 فریم میارزه، اگر نمیشه نکته داره. الان قراره یه پچ بدن که 60 فریم بشه رو پلی‌استیشن، طبیعتاً برای ایکس باکس سریز ایکس هم میدن. اون پچی که خودشون میدن طبیعتاً از لودینگ سریع اسپام میکنه، از شاید چه میدونم گرافیکش 4K بشه، اینجور چیزا. اون موقع باز میارزه 24 دلار برن زمان پکیج داین لایت که دوش هم داره میاد، ولی خیلی مسکه بعضش خراب دوه، ولی این دیگه خودش ثابت کرده. قیمتش هم پایین‌تر از اون 60 دلار، این 24 دلاره، خودتون میدونید دیگه. بعد اینجا یه عشق داریم، دارک سولز، که فکر کنم هر کسی که کنسول داشته باشه باید این حالت شوخی میکنم، ولی واقعا من همه رو خریدم رو پلی‌استیشن، همه رو. تازه من دارک سولز 3 دیسکش هم داشتم، رفتم دوباره رو پلی‌استیشن دیجیتالش هم خریدم، برای که نمیخوام دیسک، میخوام دیسک رو میفروشمش، ولی خب این میخوام تو کنسولم باشه، هر وقت خواستم بزنم برم تو یکم بچرخم توش دیگه. اونایی که عشق سولز هم میدونن، این هم خیلی چیز خوبیه، ریمستر خوبی از کار در اومده، بسیار کیفیت ریمسترش خوبه. و اگه یه چیزی تو مایه های جی تی ای میخواید که ریمسترش دو باشه، قیمتش هم 11.99 به نظرم خوبه، برید سراغش. بهترین خرید امسال که میتونه هر کس داشته باشه مترو اکسوس گولد ادیشن، که البته باز یه چیزی تو استور ایکس باکس دیدم که تو پلی استیشن ندیدم، اونم این که دوتا نسخه دیگه‌ش هم باهاش همراه، یعنی یک و دوش هم هست، 20 دلار. این 12 اون 20، یعنی 8 دلار 4 دلار نفری، یعنی 8 دلار بیشتر بدید یک و دوش هم به دست میارید که 60 فریم میشه روی این سریز ایکس و این رو چیزا. ولی خب اگر هم همون اونا رو علاقه بهش نداشته باشید، این یه شاهکار، یک 11.99 واقعا ظلمه که اینقدر ارزونه به نظر من. مسیف لژندری ادیشن بهتون قول میدم تا دو سه ماه دیگه میاد روی EA Play، گیم پس هم که هست که دیگه میتونید استفادهش کنید. مافیا تریلوجی 30 دلار سه تا بازی. اینا شا این باندلیه که مترو اکسودوس، مترو گولد ادیشن 23 و لاست نایت 20 دلار. واقعا اگه نداشتم اینجا می‌خریدمش. کرو دو که اصلا روی ایکس باکس معنایی نداره وقتی فورتزا هست. اینجا یه پکیج داریم از بهترین بازی مخفی کاری تاریخ بلا استثنا، هیچ بازی نزدیک نمیشه تو مخفی کاری به بازی متال گیر، اونم نسخه 5ش که این هم گراوند زیرو توشه این پکیجه، هم فانتوم پین. داستان عالی، گرافیک همچنان عالی، و استاد کوجیما اگه دوست دارید ببینید چیه بزنید تو رگش. ولی خب گیم پلیش خیلی زیادتر از داستانشه. اونایی که خیلی ایراد میگیرن به کوجیما که چقدر کاتسین نشون میده، بریم بشین اینو باز کنید، بیشترش گیم پلی داره اینکه بخواد کاتسین باشه. برای همین منم خیلی تو دل من جایی نداره این، نه که نداره، یعنی 90% 100% نیست، چون همش دوست داشتم کوجیما بازی‌ها رو ببینم و متأسفانه اونجور زیاد توش نبود. حالا می‌رسیم به این خرید هوشمندانه، اینکه آقا اگه گیم پس رو می‌خری برای فورتزا به جاش برو 34 دلار بده، قانونی اینو بخر، بشین با تمام DLC‌هاش، دیگه گیم پس هم نیاز نیست، بشین بازیش کن. این از اون چیزاییه که من همیشه پیشنهاد می‌کنم اونایی که اینقدر فقط فورتزا بازی می‌کنن، گیم پس رو الکی پول ندید براش، چون احساس می‌کنم ببینید خودتون بهش فکر کنید دیگه، توی یک سال گذشته که گیم پس داشتید مثلا و فقط مثلا شاید زیاد فورتزا بازی میکنین، چند تا از بازی ایندی که روش بودن نشستین تموم کردین، 5 تا دونه، شما کلی پول دادین برای اون 5 تا بازی، به جاش میتونید بخرید. حالا ای وای بر من، اینجا چیزایی که فقط رو ایکس باکس میبینیم، نسخه ویچر 2 انهانسد ادیشن که یکی از بازیایی بود که روزی که اومد چقدر من هیجان داشتم، چون من همش رو پی سی میدم ویچر رو، اون موقع من هنوز ویچری نبودم، اما من با ویچر 3 شدم ویچری تک رفتم، بعد کتاباش ترجمه کردم و اینا. ویچر 2 اولین باره بود که مثلا ویچر بازی میکردم، یکیشم بازی نکرده بودم، ولی خب به عنوان یه بازی با گرافیک روی پی سی میدمش، و بعد که اومد روی ایکس باکس، انحصار ایکس باکس هم بود تا جایی که یادمه، چقدر حال کردم. البته وقتی 3 اومد، اون در برابر 3 دوش در برابر 3 یه چیز مسخره واقعا محسوب میشه، واقعا میگم، یعنی انقدر 3 بزرگتره، اصلا سیستم گیم پلیش فرق میکنه. ولی خب به عنوان داستان ویچر 2 خیلی به داستانهای کتاباش هست، 3 در واقع ادامه داستان کتابه و یه داستانی که خود CD Projekt Red ساخته، ولی 2 داستان خیلی شبیه کتابش بود، گیم پلیش هم عجیب غریب تره، فرق میکنه با چیزش، اوپن ورلد تا جایی که یادمه نبود، بسته بود خیلی. ولی 2.99 مثلا من میخرم اینو، چون ندارم من ویچر رو.
ای تکس که روی ای پلیتون هست میتونید بازیش کنید. هم کنترل تو ادیشن 1199 واقعا میارزه، چون یک خود بازی عالیه، اولتیمیت ادیشنش رو ایکس باکس سریز ایکس 30 فریم چیز بهتون میده، ری تریسینگ میده، 60 فریم هم میشه، لودینگاش سریع‌تره، خود بازی عالیه. یه دی ال سی فاندیشن داره که اون عالیه، یه دی ال سی هم داره که مال چیز بود، مال الان یک من خوشم نمیاد اصلا، خیلی مسخره بود واقعا، اون چیزی که فاندیشن بود نبود. ادامه میدیم. دارک سولز گرونه. آها اونجا بهتون گفتم والهالا رو نخرید، یادتون تو پلی استیشن هم گفتم اینو بخرید. حالا یه نکته مثبت‌تر نسبت به نسخه پلی استیشنش داره، این که پلی استیشن فقط اساسین اسکرید والهالا و آدیسی 60 فریم میشه، اینجا توی ایکس باکس اوریجینز هم 60 فریم میشه. چرا؟ چون که پچ اف پی اس پوس براش دادن، پس از دستش ندید اگر دوست دارید 600 ساعت اینجور چیزا برید تو کتکولش. بعد دیگه چی به نظرم میرسه؟ این هم به نظرم پکیج با ارزش $26 رزیدنت ایویل 2 که شاهکار و 3 اوکی. ادامه میدیم. دارک سورز 2 باز اینم از اون چیزایی که هر گیمر خفنی باید توی جزء کالکشنش باشه. کلا نه ببین، یکه ریمستره و دوه چون تمام دی ال سی ها رو نمیدونم بهترین حالت و اینا هست میارزه، سه رو نسخه همین دیلاکس بخری ولی داره گرون میفروشه اینجا. من با سه رو خریدم $30 یادمه، $30 خریدم با تمام دی ال سی هاش. دی ال سی هاش هم مهمه دیگه. بعد سایلنت هیل کالکشن برای بچه‌هایی که دنبال این هستن که سایلنت هیل چی بوده، تاریخ گیمینگ رو دوست دارن و بازیش کنن، یه بازی ترسناک. 7.49 خوبه. ادامه میدیم. اینجا یه دونه فورتزا هورایزن داریم که اولتیمیت $19 نکته وجود داره. این برای اونایی که میخوان رو گیم پاس باشن و نمیخوان بازی رو بخرن، فقط میخوان اضافه شونده دار داشته باشن. میگن آقا نمیخواد مثلا 32 دلار بود، $10 فکر کنم با این تفاوت داشت، $35 بود. اینو میخری دیگه فورتزا هورایزنت میشه فول ادیشن، ولی بعد گیم پاس داشته باشی، گیم پاس نداشته باشی نمیتونی بازیش کنی. این نکته وجود داره. بعد من واقعا پیشنهاد میکنم بخریدش اگه چیزی که اینقدر دوستش دارید بخریدش. بعد میریم جلوتر، اینو که دیگه ارزش نره. اخ 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 ظلم ظلم. $22 دوم ایترنال دیلاکس ادیشن، بهترین شوتر اول شخصی که تو عمرم بازی کردم همچنان هست. بعد DLC ها، دوتا DLC براش اومده، من هنوز بازی نکردم متاسفانه. حالا تو فکرش هم چیکارش کنه. این پیرم تو کتکولش نکته وجود داره، توی سال گذشته پچه نسل بعد براش دادن که ری تریسینگ بهش اضافه شده بود روی 4K 60 فریم. برید اینو بازی کنید، کیفیت رو ببینید و چقدر غم انگیزه که یک بازی برای چی کوبیده بشه، برای اینکه چرا اینقدر جزئیاتش بیشتر شده، چرا اینقدر پیچیده شده، کجا پیچیده شده. آخه چقدر میتونه یه بازی زیبا باشه، هیجان انگیز باشه وقتی این گرپلینگ هوکر پرت میکنه، اصلا میمونی دشمنا رو قاچ قاچ میکنی، چه اتفاقی داره میفته؟ آرومتر امیر و همچنان پای حرفم هستم، تا به امروز بازی شوتر اول شخص بهتر از این وجود نداشته و فکر نکنم به این زودی وجود داشته باشه. حیف، غم انگیزه واقعا، غم انگیزه که صنعت گیم مدام به سمت بی عمقی و بازیایی که هر کسی بتونه بازی کنه با این جور چیزا داره میره. ولی گیمرایی که شوتر دوست دارید اینو بازی کنید. رو گیم پاس هم هست البته نسخه معمولیش، این نسخه بدون DLC هاش، اونو بازی کنید بعد میفهمید امیر چرا داره خودش خفه میکنه که آقا این بهترین شوتری که تو عمرم بازی کردم از بود اول شخص. این هم بعد نیست. رزیدنت ایویل 6, 5 و 4 اوکی. بریم جلو. ایس کامبت دیلاکسش رو پلیستیشن $8 بود، اینجا $21. نمیتونم پیشنهاد کنم. این رو گیم پس هم بود تا جایی که یادم از اینم هست هنوزم نه نیست دیگه، بود یه زمان رو گیم پس بود. من رو پلیستیشن نو تمامش کردم، خیلی ارزش داشت واقعا، واقعا عالی بود. خب کسلوینیا لوردز آف شادو نسخه ایکس باکس 360 $4.99 عشقم. این بازی اولین بار که رفتم سمتش به خاطر این بود که کوجیما استودیو ناظر بود برش. حالا چرا ناظر بود؟ بلکه کوجیما اون موقع همه کار اکونومی بود، پرودوسر تمام بازی ها بود، تهیه کننده بود و عملا همه بازی از زیر دست اون رد میشد که آقا کیفیتش چجوری اینا، خیلی باورشون نمیشه. ولی خب همین پسی که بازی میکردید، اون موتور بازی سازیش که فاکس انجین بود رو کوجیما ساخته بود، کوجیما با تیمش ساخته بودن و
اون ساخته بود برای گراند زیرو، برای متال گیر گراند زیرو، و بعد توی همون چیز هم استفاده میشد توی پس و نمیدونم کسلوینیا رو با اون ساخته بودم. ولی نکته‌ای که وجود داره، حالا جدای از کوجیما، یعنی من کوجیما باعث شد برم این بازی رو بخرم، اما مرکوری استیم این بازی رو ساخته بود، در واقع همون استودیویی که الان داره متروید درد رو میسازه، که البته بازی سازاش فرق میکنن. اون یه تیمی بود که خیلی اسپانیایی و اینجوری توش بودن، ولی مترو درد یه تیم ژاپنی ساخته. خیلی کار ندارم بهتون میگم که اطلاعاتتون بره بالا. اما این چرا میارزه؟ این چرا میارزه که بازیش کنید؟ جدای از این که اصلا تو اینجاست، بری رو پی سی تون بازیش کنید، رو پلی استیشن که منم تام بازیش کنم، میتونستم که الان خریده بودمش والا به قران. ولی این چرا این بازی اینقدر مهمه؟ برای که یک کسلوینیایی بود که برای اولین بار بعد از حالا اون شماره های قبلش سه بعدی شده بود، و قبلیاش همش دو بعدی بود، اینجور چیزا سه بعدی شد و چه چیزی بود. یعنی من اصلا گرافیک عالی، من که کسلوینیا بازی نکرده بودم، بدون هیچ پیش زمینه رفتم داخل بازی، سیستم مبارزات درجه یک، شما رو یاد گاد آف وار مینداخت. برای من، برای منی که خب نمیدونستم کسلوینیا چی هستن اون موقع، اما اینقدر منو جذب کرد که یادمه، حالا اون موقع هم خیلی انگلیسیم شاید انگلیسیم خوب نبود، بعد این یه هیولا کش دیگه، بلمونت اسمش، اسمش یادم نمیاد چی بود، ولی بلمونت شخصته که هر کسی رو میکشتی یه دفترچه‌ای داشت با یه آرت خیلی خوشگلی و توضیح داده بود که اون هیولا چیه، و هیولاها از اساطیر مختلف اومده بود، میشستم هیولا اینه و چه باسپای توی خفنی، اصلا نفسگیر بود. شاید الان تریلرش ببینید چی، واقعا خفن بود. به نظرم هنوزم خفنه، به نظرم هنوزم گرافیکش واقعا بالاست، هنوزم بالاست، هولد آپ به قول انگلیسی ها، و 4.99 میارزه. ادامه میدیم. این به نظرم گرونه، اساسینز کرید قدیمیه تا دقیقا چیز بکنم اوریجین و آدیسی، ولی وال حالا توش نیست. $25 هم بیدم بکنم اینو، نمیدونم چرا هم چیزی دارم. این هم شماره 2 کسلوینیا لوردز آف شادو، که به نظر من اوف کرده اون حساب شماره اولش، ولی باز من عاشقش بودم، خیلی باز خوب بود، داستانش به خصوص خیلی جالب بود. و به هر حال فقط میگم یکی از مشکلات که مثلا من با ایکس باکس دارم همینه، اینکه مثلا اینو میتونست توی پکیج کامپلیت ادیشن باشه با تمام DLCهاش، مثلا یکیش یه دونه هست همش پکیج، ولی نمیذاره، شما رو مجبور میکنه که پول بدید، هی پولای گنده گنده برای بازی مال 10 سال پیش، از چیزتون سوء استفاده میکنه، از علاقتون به بازی سوء استفاده میکنه. اینم از آخرش. من یعنی همینطوری اومدم پایین، دیگه چیزی دیگه نظرمو جلب نکرد واقعیتش بخوام بگم. اینم از خریدایی که امسال به نظر من پیشنهاد میکنم، اگه دوست دارید بخرید. خیلیش بازی کلاسیک بود به هر حال دیگه، من بود دیگه، یه سری چیزای دیگه هم بهتون پیشنهاد کردم، خیلی کلاً شباهت زیاد داشت، فقط فکر کنم یه فورتزای بود که به نظرم پیشنهاد می‌خوام بخرم. مثلا چرا فلایت سیمولاتور توش نبود؟ برام عجیبه. فلایت سیمولاتور من مثلا دوست داشتم بخرمش، چون یه نسخه گیم آف دی ایر ادیشنش مثل قرار بود بیاد با یه سری چیزای جدید و اینا، می‌خواستم اونو اگه تخفیف بخوره اینجا بخرمش، که نیومده بود متاسفانه. اما از استور که بگذریم، میتونیم بیایم اینجا. و خب من یه مقدار دوستان در تو گیم پس هم صحبت کنم، این که حالا تو این یک سال گذشته که مثلا من استفاده کردم، خب چه بازیاشو میتونم بهتون پیشنهاد کنم که بازی کنید؟ یه سری ها رو نمیتونم پیشنهاد کنم، خوشم نیومده، حالا صحبت نمی کنیم. مثلا اسنت من اصلا پیشنهاد نمی کنم. مثلا اورتفول اسکیپ رو خیلی ازش تعریف شنیدم، پیشنهاد میکنم تجربهش کنید. بچه‌ای که جی آر پی جی دوست دارن، کریس تیل رو بهشون پیشنهاد میکنم. دسپرادوس 3 از اون بازی هاست که خیلی پیشنهاد به خودم شده که بازیشون کنم، یه جورایی منو یاد چیز میندازه، کاماندوز، که دقیقاً همونه دیگه، فقط با گرافیک خیلی خفن‌تر و اینا، به دنیای غرب وحشی دوم ایترنال رو خواهش میکنم اگه تا الان بازی نکردید تجربهش کنید. فالکونیر به نظرم بازی، فقط ظاهرش به نظرم میرسه خوبه، اصلا بازی جالبی نبود. اسکایریم، آره مثلا فورت هورایزن نیاز هست من بهتون بگم. فورگاتن سیتی، اینو من خودم شاید به زودی واکتروش کنم، یه بازی چرخهیه، صحبت هم کردم در حالتش که یه بازیه که توی اون در واقع این بازی ماد بود برای اسکایریم، بعد اومدن حالا همون مادسازها اومدن بازی خودشون ساختن و توی اون یک چرخه داریم ما، بازی نکردم ولی به زودی به خاطر تعریفی که ازش شنیدم میخوام بازی کنم. جی تی سان اندریاس بازی کنید، به خودتون انقدر بدی نکنید، بالا به نظر من ارزش داره، رو گیم پس بازی کنید، حالا پول $60 ندید ولی بازیش کنید. هیدیس از اون بازیاست که خب دیگه نیازی به توضیح نداره، بازیش کنید. هلو فیندم نیازی من بهتون بگم خودتون بازیش کنید. هل بلید سنو ساکرفاس که در نامردی ارزش تمام
پچ پلی‌استیشن 5 ندادم براش، ولی برای سریز اکس اون‌ها دادم. برای منم، برای همین منم اینجا بازیش میکنم. من ایتر رو بهتون پیشنهاد میکنم، دوست دارید در نقشه کوسه باشید بازیش کنید. بعد فلایت سیمولیتور نمیدار با دقت برید تو دنیاش بچرخید، حالش رو ببرید. مورتال شل انهانس ادیشنش اومده همین این ماه اومده روی گیم پس، یه بازی سولز لایک که بچه‌ای که سولز دوست دارن این نسخه اگه رو سریز ایکس هم بازیش بکنید خیلی خفن‌تر و گرافیک و اینا. من هنوز منتظرم ببینم، مثل که شایعش رو پلی استیشن 5 هم می‌خواد بیاد. من طبیعتاً اگه اونجا بخواد اونجا بازی می‌کنم به خاطر تروفیا، ولی اگه نیاد اینجا بازیش می‌کنم. پلیگ تیل اینوسنس گناه بزرگی اگه بازیش نکردید. سایکوناتس رو بازیش کنید، بازی کنید بعد به من ایراد بگیرید. چرا میگم نباید تو کاتگوری بازی سال قرار بگیره؟ تو کاتگوری‌های خودش باید قرار بگیره. چه میدونم، بازی خانوادگی، شاید داستان، شاید کارگردانی، ولی بازی سال من قبول ندارم. سیور سردرد، بازم بعدم رفتم بازی کنم سردرد. تتریس افکت اصلا نصب کنیدم چی رو کنسولتون باشه و خواستتون صرف بازی کنید. ببین چی اینجاست، بازی که من پارسال تو بلک فرایدی خریدم و تبدیل شد به بهترین بازی ترسناک زندگیم بلا استثناء ویزاج، ولی زیر 18 سال به هیچ وجه اصلا نزدیکش نید. بحث ترس نیست، بحث صحنه‌ای که دوست ذهنتون تاثیر میذاره. و ولی خب اگه خیلی پر رو هستید دنبال بازی ترسناکید و فکر میکنید چه میدونم چیه عقل دست مسخره بازیه، اون ترسناکه اینو بازی کنید. بازی ترسناک با کیفیت، قشنگ پیتیه با کیفیتی هم هست. یاکوزا دراگون من پول دادم خریدمش رو پلی استیشن، ولی واقعا بازی خوبیه. بچه‌ای که یاکوزا رو بازی میکنن بازی کنید. حالا بازی‌های انهانسد ادیشن و اینجور چیزاست، بریم پایین. چه چیزایی مثلا پس که دیسانر رو بازی کنید که آماده بشید برای یه چیز، همین دیت کلوب که داره میاد، حالا سال دیگه تابستون احتمالا میاد. فیبل دو رو بازی کنید، فیبل دو تو رو خدا بازی کنید و ببین امیر گیمشو چقدر ناراحت از اینکه مایکروسافت استودیو لایون هد استودیو رو بست. فیبل دو رو بازی کنید تا ببینید چقدر زمان خودش جلوتر بود. فاینال فانتزی یا یکیشو انتخاب کنید بازی کنید. پیشنهادم اینه بهتون که یا 12 رو بازی کنید یا 13 رو بازی کنید. نه اینکه اینا خوب باشه، نه، بخاطر اینکه اینا میدونم باش راحت تر ارتباط برقرار میکنید، به خصوص 13، چون خودم با 13 اولین بار شروع کردم فاینال فانتزی بازی کردن. گواکامله دو رو بازی کنید، آره این بازی خوبیه. نیر اتوماتا رو بازی کنید، بازی بسیار خوبیه. پری رو بازی کنید. اوه اسنوراین رو یادم نبود میاد رو گیم پاس. اون روز تو پلی‌استیشن بهتون گفتم اون شبیه ساز کامیونیا. اونایی که دث استرندینگ دوست دارن برای اینو بازی کنید، یه جورایی دث استرندینگ حسش رو بهتون میده. رزیدنت ایول 7 هم که هست. بریم پایین. بتمن کریان بازی ایندی خوبیه. او چیلدرن اف مورتا بازی ایرانیه، الان یه پچ براش اومده که دوبل فارسی، فارسی صحبت میکنه توش، نوشته همه فارسی، فقط نصبش کنید آپدیتش کنید. Curse of the Dead Gods اینم یه بازیه روگلایکیه که زیر سایه هیدیس قرار گرفت، در حالی که به نظرم یه سری نوآوری داره که بهتر از اون میکنتش. قطعا تجربهش کنید. اگر هیدیس تونستید بازی کنید اینم حسابی براتون حال میده. Darkest Dungeon برای بچه‌ای که بازی‌های نوبتی دوست دارن این بهترینه، یعنی این بازی که نوبتی انتخاب کنی چیکار کنی این یکی از بهتریناشه. Dishonored این بچه‌ای که چیز دوست دارن، بچه‌ای که ماینکرافت دوست دارن و دوست دارن یه ماینکرافت ببینن که داستان داره بعد یه جور دیگه است، من اینو دوست دارم. من اینو خیلی بیشتر از ماینکرافت دوست دارم، برای سن من این بهتره تا حالا اون ماینکرافت اصلی رو بخوام بازی کنم. یعنی نگاهی بهش بندازید، تریلر ازش ببینید. سیستم البته خیلی حرف توش میزنن، ولی خب ماینکرافت بازی هم زیاد توش داره. اینم که من مثلا نگاه کنم اینا بازیایی که میشینم روی ایکس باکس بازی کنم ایناست، چون اینا روی ایکس باکس کسی اینا رو نمیشینه بازی کنه اصلا. نگاه، یعنی من حاضرم قسم بخورم یه نفرم توش نرفته از کسایی که دارن این ویدیو رو نگاه میکنن، ولی رو پلی استیشن خب اینا بازی جی آر پی جی دیگه، ما پلی استیشن خریدیم که اینا رو بازی کنیم و اونجا 40 دلار مثلا همین. من میام میشم روی ایکس باکس اینا رو بازی میکنم و حالم میده. بریم جلو بهتون بگم. حالا این روز که داره هیلو میاد یه نگاهی به هیلو وارز بندازین. هیلو وارز دو رو من بازی نکردم، ولی یکیش هم خوب بود اون موقع. کاتامار دیماسی رو همتون نصب کنید، یه بازی خاصه، تجربهش کنید. هالو نایت بچه‌هایی که سولز دوست دارن و یه جو خفن، یه بازی با مثلا سیلست اگه دوست داشتین اینم خیلی حال میکنید باهاش مطمئنم.
لیمبو اگه چیزو دوست داشتید بازیش کنید، اگر این سایدو دوست داشتید بازیش کنید. Max the Curse of the Brotherhood اصلا نگاه کن آرت مزخرف، ولی برو توی بازی ببین چقدر بازی خوبیه. یه بازی پلتفرمینگ توش قلمی دستتونه، خیلی بازی خوبی بود، من خیلی دوست داشتم اونو. بعد مای فرند پدرو هم خیلی باحال، این چه اومده من ندیدمش، خودم نصب نکردم نصب کنم. Octopath Traveler، بچه‌هایی که JRPG دوست دارن و دوست دارن یه بازی خیلی خوشگل با موسیقی‌های خیلی عالی رو ببینن، اینو ببینن. این انحصار نینتندو سوئیچ بود، اومده روی گیم پاس حالا. Spirit Fair، بازی ایندی underrated قطعا تجربه کنید. سوپر لیمینال، اینم یه بازی فکری ایندی تجربه کنید. بعد میریم جلو، What Remains of Edith Finch، اگر از بازی های واکینگ سیمولیتور، بازی که توش راه میری محیط خوشگل داره و داستان رو تجربه میکنه خوشتون میاد، اینو تجربه کنید. و میرسیم به آخرش دیگه، فکر کنم آره اون پایین هم هست، بازی ایکس باکس 360 یاکوزا. یاکوزا رو بچه‌ای که دوست دارن وارد این دنیاش بشن از صفر شروع کنید، برید بالا. حالا بریم تو بخش بازی ایکس باکس 360 که من از این اولی اصلا خوشم نمی اومد. الان ویک امریکن نایتمر به نظرم اصلا ربطی به بازی اصلی نداشت، ولی دومی بروتال لژند یکی از بازی مورد علاقمه که در واقع دابل فاین گیم، همین که الان سایکونات ساختتش و خیلی بازی فانیه. بروتال لژند جک بلک هم توش بازی کرده، صدا گذارش خیلی فانه، خیلی فانه، خیلی هم میگم بده ولی من واقعا دوست داشتم. بعد تمام شد ولی نه هنوز مونده. EA پلی ها پیشنهادم بهتون مثلا بتلفیلد 3 اگه بازی کنید، کمپینش تو ایرانه، بعد کمپانی 1 و 2 رو بازی کنید توی اینجا، بعد اینو نصب کنید خوشگل خانم. دد اسپیس ها بازی ترسناک. دیرت دوش خوبه، اونها دیگه هم خوبه دیگه، ولی دوش ازمش بهتره، پنجش هم بازی نکنید، توهین به شعوره. دراگون ایج من دو رو خیلی دوست دارم، یک رو نتونستم بازی کنم، سه هم به نظر من ضعیف‌ترین شما نشه. سه واقعا من نمیخوام بگم بازی بدی یا هر چیزی، تمومش هم کردم، ولی واقعا دوش بیشتر دوست داشتم. یکیش هم یه جور عجیب غریبی هست، وقتی بازی میکنم یکیش نمیدونم چرا نمیتونم مثلا باهاش ارتباط بگیرم، در حالی که هم میگم بهترین شمارشه. نظر من اینه دیگه، هر کسی نظری داره. ایت تکس تو رو بازی کنید با دوستاتون. مدال افتخار ایربورن رو بازی کنید، ببینید چقدر این بازی از زمان خودش جلو بود. حالا کار ندارم، شاید خیلی مشکلات زیاد داشته باشه، ولی یکی این که شما از هواپ، یعنی قشنگ قضیه این بازی این بود، اول هر ماموریت از با چت بردین پایین، مثلا هر جایی دلتون می‌خواست می‌شید می‌تونید بشینید، کلش همین بود بازیه. نید فور اسپید بین همه اینا هات پرسوت بهتون معرفی میکنم و رایوالز واقعا عالیه، این دوتا. این آشغال پیوک واقعا بد بود، ولی نید فور اسپید رایوالز و هات پرسوت خودم بهتون پیشنهاد میکنم، قطعا حالشون میبرید اگه ریسینگ دوست دارید، ریسینگ های آرکیدی که واقعا آرکیدیشون هم اعصاب خورد کن نیست. تایتان فال دورم اگه تا الان بازی نکردید همین الان نصب کنید، بشینید فقط کمپین داستانش رو بازی کنید تا بفهمید کیفیت یعنی چی. آن رول 1 و 2 هم بشینید حالش رو ببرید. و اینم از معرفی بازی های ایکس باکس بر روی حالا چه تخفیف ها چه سرویس ها. تاکید میکنم اون چیزایی که اولش در با اکانت ها گفتم همش مسئولیتش پای خودتونه. چرا اینقدر دارم میگم؟ برای اینکه میدونم اگه یه مشکلی برای یه نفر پیش بیاد، میگه من اینجا یاد گرفتم، میگه من رفتم اینجا، نمیگه که اون بابا بنده خدا از اولش 200 بار گفت، از اولش گفت به من ربط نداره هر اتفاقی، تو پلی استیشنش هم گفتم، همینجاش گفتم. برای که اینا مسائل مالیه، مسائل مالی ببین تو ایران در و پیکر نداره، الکی آدما اشتباه میکنن، اطلاعات ندارن اشتباه میکنن، بعد میذارن تقصیر بقیه، چون تو ایران یه رفتار دیگه یعنی که داریم زیر بار اشتباهاتمون نمیریم، یه جوری میخوایم پیدا کنیم یکی بنزش گردن این نفر دیگه. و امیدوارم به اون به خدا امیدوارم که هیچ چیزی اتفاق براتون نیفته و بتونید از گیمینگ لذت ببرید. من به عنوان یه چنل گیمینگ برام مهمه که شما بازی کنید و اطلاعات گیمینگتون بره بالاتر، نه اینکه کنترلتون فرام بشه و اینا. در حال امیدوارم از این برنامه استفاده کرده باشید، اگه لذت بردید و دوست داشتید لایک بزنید و سابسکرایب کنید چنل امیر گیم شو رو، و تا یه چیز هیجان انگیز دیگه خدافظ.